Bonjour mes amis, soyez bienvenus. Bonjour à vous toutes et à tous. خوش اومدید بچه به لایو. امیدوارم که تا آخرش رو بمونید و از موضوع امروز استفاده ببرید. ما یه چند دقیقه باید صبر کنیم تا بچه های دیگه هم برسن. بونجور، بونسوار. سلام به همه بچه ها، موضوع امروز لسانته هست. بچه هایی که کتاب دارید صفحه 47 آماده کنید. بونسواره. پنالتی چی فوتباله؟ بچه کسایی که کتاب دارن صفحه 47 سوژه لسانته. بله، بونجور. شروع میکنیم بچه ها لایو امروز رو. موضوع لسانته یک سوژه خیلی کاربردی هست. یه سری لغت هایی داره که خیلی بیشتر کاربرد داره، یه سری لغت هایی داره که کاربردش کمتره. در مورد بیماری ها، فعل هایی که در مورد موضوع لسانته هست، وکبلر تماتیک. اگر کتاب رو ندارید، خب این هفته که دیگه نمیشه کاریش کرد، ولی توی کانال خود مدرسه فکر میکنم که آهان کتاب و بعضی ها ندارن. مشکلی نداره بچه، اگر که میتونید لغت ها رو یادداشت کنید، هر جایی که املا رو خواستید به من بگید، من براتون تایپ میکنم. باشه، مشکلی نداره. کتاب اگر ندارید، لغت ها رو من براتون تایپ میکنم، شما یادداشت کنید. برای هفته دیگه کتاب رو از سوی کانال مدرسه تلگرام فکر کنم که میتونید دانلود کنید. اگر هم نبود میتونید توی پیوی پیام بذارید که براتون ارسال بشه. بعد میگم توی کانال هستش. خب، لسانته. خب، حالا کلمات کلیدی رو شروع میکنیم. للیو دوسوان، مراکز پزشکی. للیو دو سوان، مراکز پزشکی چیا هستن؟ مهمترینش فکر میکنم که لوپیتال هست، لوپیتال و لکلینیک. بچه توی فرانسه بیمارستان های عمومی مثل دولتی، به قول معروف که ما بهش میگیم بیمارستان دولتی، بیمارستان خصوصی، اونجا اگر گفتن لوپیتال منظور بیمارستان های دولتی هست، اگر که گفتن لکلینیک منظورشون بیمارستان های پریوه هست یا خصوصی. لز اورژانس گمون اورژانس هست. لفرمسی داروخونه. لو کابینه مدیکال مطب پزشک. حالا میام سر گروه لپروفسیونل دو سانته. حالا ببینیم که تخصص ها چی هست و کسایی که توی اینجا کار میکنه به قول معروف کادر درمانشون چی هست. لپروفسیونل دو سانته، هر جا رو که بچه ها، کسایی که کتاب ندارن اگر که ایراد داشتید بگید که من براتون تایپ کنم. امتسان جنرالیست یعنی پزشک عمومی، امتسان اسپسیالیست پزشک متخصص. حالا امتسان او اون متسین اگر که فمیننش بخوام بکنیم. انفیرمیه اون انفیرمیر، پرستار خانم و آقا. ان انفیرمیه اون انفیرمیر. اند سوانیان اون اند سوانیانت. این بچه به نظرتون چیه؟ امدسن جنرالیست. بله، اند سوانیان. ما تو فارسی بچه چی بهش میگیم به نظرتون؟
انت سوانیام اونت سوانیانت انا انف نه املاشو اشتباه نوشید ان فرمیه نیست ان فرمیه سر همه ان ان فرمیه رای خواستیم براتون داشت میکنم شما ان رو به عنوان اختیک رو گذاشتید خانم یا آقای نمیدونم فر به فر بر 56 کلاس های آموزشی رو بعد با خود استاد کریمی همان کنی سوال کنید. دستیار پزشک نمیگیم ما اد سوانیان بیشتر توی فارسی ما بهش بهیار میگیم به اند سوانیان بهیار گفته میشه بله درست نمیشین شما املاشو انفیق میگه الان درست شد بله بهیار انت سوانیان اونت سوانیانت این میشه بهیار ان فارماسیین انا فارماسیان اون فارماسیین کسی که پزشک داروخونه هست خب حالا بچه ها خوب بودن یا مریض بودن ها کسی میتونه بنویسه برامون خب میگیم که من حالا خوبه یا من مریضم مریض رو فکر کنم تقریبا همه بلدیم بیشتر چی میشه میخوام بگم من خوبم اتخان فوق بله درسته میشه بگی حالا دقیقا اگر بخوایم Je suis malade. درسته. Bravo. Malade. Je suis malade. Je suis malade. درسته. خب برای این که بگیم خوبم و در سلامتی کامل به سر میبرم اون en forme که گفتی Je suis en forme بیشتر بر وقتیه که مثلا میخوام بگیم که من الان خیلی رو فرمم حال خوبی دارم حالا کلن میشم بگی که مریضم نیستم اونم بگی بلی جو بیان هم بله بله در جواب مثلا سوه جو بیان آها اتخان بون سانته براو یکی از بچه ها نوشتن جو سویان بون سانته بله درسته خانوم هانیا درسته اتخان بون سانته یعنی در سلامت کامل به سر بردن جو سویان بون سانته یعنی حالم خوبه اگر که مثلا طرف قبلا مریض بوده باشه این رو جواب بده خیلی بهتر یعنی الان میگه سلامتیمو دارم جوسی آن بون سانته او جوسی ملد متضادش لسانته خب موضوع خودمون هست که اینجا باز دوباره براتون تکرار کرده همون سلامتی لامدسین پزشکی بچه ها لامدسین که الان فمینن همون مدسن هم هست به معنی پزشکی هم به کار برده میشه پس خود کلمه پزشکی لا مدسین بونسوار اسماتون نشو بگم از هزار نمیتونم اسمتون رو نتونم بخونم ببخشید بونسوار خب درمان کردن سوانیه او گریر هر دوتا فعل استفاده میشه حالا لب پروبلم دو سانته بچه پروبلم دو سانته چیا میتونه باشه؟ چه مشکلاتی میتونیم داشته باشیم؟ لب پروبلم دو سانته میتونیم درد داشته باشیم لدولو یا avoir mal à حالا هر جاییمون که درد داره همونجا رو میگیم avoir mal à بچه فقط اینجا اینو حواستون باشه که avoir mal à رو با avoir du mal اشتباه نگیریم avoir du mal ا یعنی که توی یه کار مشکل دارم فرق داره با avoir mal ا مثلا من میگم j'ai du mal à dormir یعنی من نمیتونم درست بخوابم مشکل خواب دارم درسته mal à le ventre درسته پس این فرق داره avoir du mal ا یا avoir mal ا این دو تا رو با هم دیگه اشتباه نگیرید پس اگر خواستیم بگیم که درد داریم میگیم avoir mal à و اسم عضو رو مینویسیم دو لفیق درسته تب داشتم
و اگر که میخوام بگیم که توی کاری مشکل داریم، میگیم که اوه دو ملعه. بله دولقیه ملگوش، درسته. اون بلسوغ، اون بلسوغ یعنی زخ، اتخ بلسه ا، باز دوباره یعنی که یه جاییمون زخم شده. اسم اون قسمت رو میخوایم بگیم، اینجوری میگیم اتخ بلسه ا به اضافه اسم اون قسمت. مثلا میگیم که ایل سه بلسه او جنو آن تومبا، در حالی که داشت راه میرفت و افتاد زانوش زخم شد. پس اتخ بلسه ا، درست. لملدی یعنی همون بیماری. حالا چند تا از مریضی ها رو بگیم بچه ها. سرماخوردگی مثلا، لغوم، گریپ شدن، لگریپ. اون ملدی گرو، یک بیماری خیلی جدی. چی بچه ها میتونه باشه؟ که از غوم و اینا خیلی جدی تره. چه بیماری میتونیم نام ببریم؟ یه بیماری جدی نام ببرید. گریپ که خب همون گریپ شدن. بچه یکم دیر میاد نوشتاتون برای من، من برای همین آفرین، درسته. لو کانسور سرطان یک بیماری گرب هستش، درست بود؟ کانسور، درسته. لو کانسور، درسته. نشانه ها چیا میتونه باشه؟ لسمتوم، لسمتوم نشانه های بیماری همونجور که دوستان قبلا نوشتن. لفیبغ، تب. لنوزه، سرگیجه. لفتیگ، خستگی. لومال دو گورج، لومال دو گورج اونم یکی از دوستان نوشتن قبلا، دردی که توی گلو هست. لونه بوشه، لونه بوشه بچه یعنی چی؟ بوشه خود فعل بوشه که گروه اول هست، یعنی که بند آوردن، مثل همون لوبوشون هست که ترافیک میشه، از فعل بوشه میاد. الان لونه بوشه یعنی بینی که گرفته شده. حالا بینی که آبریزش داره چی میشه؟ بله درسته، گرفتگی بینی. حالا بینی که آبریزش داره چی میشه؟ از فعل کوله میاد. کوله یعنی جاری شدن. جملهش میشه بله کیپ شدن بینی. حالا لونه کی کول یعنی بینی که آبریزش داره. لونه بوشه بینی که گرفته شده. لونه کی کول یعنی بینی که آبریزش داره. خانومی آقای نمیدونم خوری کی اچ، نه کی کول، کوله سی او یو ال او ار، کوله. این املاتون غلطه، من براتون الان اینو جو تایپ میکنم. این هست یعنی جریان داشتن. لونه کی کول یعنی آبریزش بینی داشتن. لسوان مدیکو، لسوان مدیکو. حالا مراقبت پزشکی چی ها میتونه باشه؟ اون کنسولتاسیون مدیکال، اون که بری پیش دکتر و ویزیت بشی. اون کنسولتاسیون مدیکال. اگزامینه لو پاسیون، پوزه ان دیاگنوستیک، ویزیت کردن اون مریض. پرسکریر ان تریتمان یعنی تجویز کردن. پرسکریر ژوتان پری، پرسکریر ان تریتمان یعنی یک درمانی رو برای بیمار تجویز کنید. پرسکریر بچه چون الان دیدم اکثرا کتاب ندارید، هر جایی که املاها رو خواستید و یا حالا چیزی بود بگین تا هم براتون بنویسم. پرسکریر یعنی تجویز کردن، تجویز کردن یک درمان. پرسکریر ان تریتمان یا د مدیکامان، تجویز کردن دارو. اون پیکور، اون پیکور یعنی تزریق که فعل هم داره، فعلش هست
پیکه یعنی تزریق کردن. اوپریز دزانالیز اوپره اون اوپراسیون یعنی همون جراحی. اوپریز دو سان یعنی خون، بله درست آمپول. اون پریز دو سان یعنی که همون آزمایش خون دادن. پریز دو سان آزمایش خون دادن. اسم کتاب وکبولر تماتیک توی کانال خود مدرسه هم هستش بچه ها، اگر که میخواین دانلود کنین. خیلی کتاب خوبیه. حالا بچه ها که جدید اومده من نمیدونم، سوژه های بروز رو داره، حالا یه سری درساش یه سری کلمات داره که شاید کاربردی نباشه، ولی اگر که بتونید خلاصه ای از کلمات هر درس رو توی دفترتون یادداشت کنید، برای کسایی که میخوان امتحان بدن، امتحان تف یا همون TSE، گروهی از لغات رو توی هر سوژه اگر بلد باشین، اگر اون سوژه به پرستتون بخوره، سریع از همون دایره لغت استفاده میکنید و انجام بله، اون پیکو یعنی تزریق کردن و فعلش پیکه. خب بچه همه یه دونه تمرین داده اینجا به ما که با هم حل میکنیم. فعل های یه سری از اسما رو داده، اسمایی که الان با هم خوندیم، و از ما خواسته که اسمهاشون رو بگیم. حالا اولیش همین دقیقا تزریق کردن هست. پیکه اسمش میشه چی؟ اگر کتاب دارین از توی کتابتون دقیقا تو کادر بالا نوشته، اگر نه که از رو چیزه که من توضیح دادم. پیکه فلش هست، پیکه اسمش میشه اون پیکو اپراسیون که جراحی میشه، جراحی فلش میشه اوپره، توی تمره ما هم نیست. اوپره اون اپراسیون، پیکه اون پیکو. دیاگنوستیکه اسمش میشه، بله درسته تذکر کردم، دیاگنوستیکه یعنی تشخیص دادن. حالا تشخیص پیکه، آره شوهر شکیرا درسته. الان همین رو میتونید چیز کنید دیگه، به عنوان یه چیز رمز بذارید که یادتون بمونه. پیکه تزریق کردن، همون پیکه ای که فوتبالیست معروف از شوهر شکیرا برده. بله درسته. دیاگنوستیک برای فعل دیاگنوستیکه، درسته دیاگنوستیک. و سوانیه مراقبت کردن یا درمان کردن، اسمش میشه بله دیاگنوستیکه. صبر میکنیم الان برای فعل بعدی سوانیه. نه لسوان جواب میشه، لسوان مراقبت، لسوان همون تیتر این قسمتمون بود، لسوان مدیکال، چون که سوان مسکولن بود مدیکال تبدیل شد به مدیکو جمعش، لسوان مدیکو مراقبت های پزشکی. انتریتمان که خب میشه درمان، ربطی به فعل سوانیه نداره. سوانیه بعد از خودش یه دونه اسم می ساختیم. سوانیه لوسوان. نه سوانیه ما نه. سوانیه لوسوان. خب. صفحه 48. باز بچه یه دونه تمرین به ما داده. چون که اینجا آنلاینه، من الان جمله ها رو میخونم، کلمات رو هم میخونم، شما بگید که اول کلمه ها رو میخونم، تو ذهنتون داشته باشید. 1 2 3 4 تا کلمه است. من اول میخونم: لافیبر تب، لزورژانس اورژانس،
لفیق میه پرستار لغوم سرماخوردگی. حالا ببین جمله ها رو من میخونم، ببین کدوم جمله مال کدوم کلمه بود. پروفسیونل دو لا سانته کی تراوای دو فاسون اوتونوم او سو لا دیرکسیون دان مدسان. پروفسیونل دو لا سانته کی تراوای دو فاسون اوتونوم او سو لا دیرکسیون دان مدسان، این مال کدوم میشه؟ لافیر لز اورژانس لانفیرمیه لغوم. بعد گزینه سی درسته، بچه هایی که گفتن سی درسته. پروفسیونل لولا سانته کی تراوای دو فاسون اوتونوم، یعنی به طور مستقل کار میکنه، به طور اوتونوم کار میکنه، مستقل یا زیر نظر پزشک، یا آدمی که توی زمینه سلامتی حرفه‌ای هستش. بله میشه پرستار. بونسوار ابو موسیو. جمله بعدی انفکسیون جنرالمان پوگراب، یک مادر فارسش انفکسیون، یک فارسی شده یادم رفت، انفکسیون جنرالمان یعنی یک عفونت خیلی جدی نباشه، پوگراف جدی نیست. کی ستخپ، بچه ستخپه به معنی مبتلا شدن هست، الان اینجا استفاده کرده. کی ستخپ سوختو آنیور، بیشتر توی زمستون، سوختو آنیور ادون لسامتوم سون لونه بوشه ا لاتو، سرفه و بینی که گرفته هست نشونه هاشه چیه؟ گزینه د. بله اینه که بچه هایی که گفتن لغوم، هم سرمخوردگی. انفکسیون جنرالمان پوگراف اهمیت زیادی نداره. کی ستخپ از فعل اتخپه به معنی مبتلا شدن، سوختو آنیور مخصوصا توی زمستون، ادون لسمتون سون لونه بوشه ا لاتو سرفه. جمله سوم سرویس دان اوپیتال کی سو کوپ ده پاسیون ایان بوزوان دو سوان تخی رپیدمان، ده سوان تخی رپیدمان کی احتیاج داره بچه ها؟ بله لغوم درسته، کسی که کمک میکنه به افرادی که بوزوان دو سوان تخی رپیدمان لز اورژانس. بله درسته، اورژانس. بله به و جمله آخر تمپراتور کورپورل کی دپاس 38 دوره، دمایی که از 38 درجه بگذره میشه چی؟ گزینه ها رو میخونم، لفیر لزورژانس لنفیرمیه لغوم، کدومش میشه؟ بله گزینه همون تب لفیر درسته. تمپراتور کورپورل دمای بدن کی دپس دپسه صوتی رد بشه 38 دوگره، از درجه 38 رد بشه میشه تب. بله گزینه ا درسته. آقای احمد، آقای اعتصامی، بله تب. خب بچه چیزی که تایپ میکنی یه چند دقیقه با تاخیر به من میرسه، برای همین من باید یکم صرف کنم که بیا جمله هاتون، بعد بریم کم نبرد. خب الان یه لیست بچه اینجا ما داده، لیست لز اسپسیالیته مدیکال، تخصص هایی که تو زمینه پزشکی هست رو میخواد به ما بگه. یه سریاش خب بیشتر استفاده داره، یه سریاش کمتر، دیگه اینا رو خودتون گلچین کنین، ولی هم توی این قسمت هم توی قسمت بیماری ها به نظر من
دوباره تاکید میکنم مخصوصا کسایی که میخوان آزمون بدن، هدف آزمون دارن، از هر کدوم چند تا رو حفظ کنید که توی متناتون بتونید استفاده کنید. مخصوصا اسم بیماری ها رو، مثلا لودیابت رو حتما حفظ کنید توی بیماری ها، چون میتونید خیلی چیزا رو به اون ربط بدین، بگین که استرس میتونه عامل دیابت باشه، یا نمیدونم عدم تحرک بچه ها میتونه باعث دیابت بشه. اسم یه سری بیماری ها رو به نظر من حتما حفظ باشید. لاسپسیالیته ها، تخصص ها، لامدسین جنرال، پزشکی عمومی که اون اول هم خوندیم جنرالیست بود، لامدسین جنرال. خب مریضاش کیا هستن؟ یه ستون گذاشته لکتگوری دو پسیون، کیا مریضاش هستن یا مراجعه کننداش؟ طول موند دیگه، هر کسی میتونه به این پزشکا مراجعه کنه. تخصص بعدی تخصص مامایی هست، ژینکولوژی. و مریضاش کیا هستن بچه ها؟ اینو شما تایپ کنیم ببینم حواستون جمعه یا نه. اسمش هم میشه اون خانومی که پزشک، حالا آقایی که متخصص زنان هست، ژینکولوگ میشه، ژینکولوگ. ان ژینکولوگ، اون ژینکولوگ، کسی که متخصص زنان و زایمان هست. لفم، درسته، بیمارشون هم که لفم هستن. تخصص بعدی لپدیاتری، متخصص اطفال، لپدیاتری. که حالا اگر کسی متخصص اطفال باشه بهش میگیم چی؟ ان و اون پدیاتر، فمینن و مسکولنش یه فرم داره، دوتاش او فمینن آخر رو داره، ان پدیاتر، اون پدیاتر، هیچ فرقی نداره. و مریض هاشگی ها هستن لزانفان. گزینه آخر سیکیاتری، یعنی همون روان پزشکی، لسیکیاتری. و کسی که روان پزشک هست رو بهش میگیم ان او اون سیکیاتر، روان پزشک، ان او اون سیکیاتر. و بیمارهاش که هستن لپرسون سوفران دون ملدی مانتال، کسایی که از بیماری های ذهنی رنج میبرن. بله لزانفان مال اون پدیاتر بود، دیر اومد الان پیامتون. پس برای سیکیاتر یا همون روان پزشک مریضاش که هستن لپرسون سوفران دون ملدی مانتال. خب قسمت بعدی بچه، من اینا رو یکم سریع میخونم بعد میشم، چون وقتمونم کمه، باید برسیم به متنمون. اینا حالا اهمیتش خیلی من فکر میکنم البته کمتره. لدرماتولوگ، کسی که متخصص پوسته، درماتولوگ و تخصصش هم میشه، میگیم تخصص پوست میشه لدرماتولوژی. و روی کدوم قسمت کار میکنه؟ لپو، ملدی مانتل. بله درسته. کاردیولوژی که متخصصش میشه کاردیولوگ، برای بیماری های قلبی روی کدوم قسمت کار میکنه؟ لوکور. قسمت بعدی نومولوژی، برای تخصص ریه، نومولوگ، کسی که متخصص ریه است و روی کجا کار میکنه؟ پومون، روی ریه ها. افتالمولوژی و متخصصش میشه افتالمولوگ یا همون چشم پزشک و روی چشم ها کار میکنه؟ لزیو. نورولوژی و متخصصش میشه نورولوگ و روی کجا کار میکنه؟ لو سربو. خب
قسمت آخر، بله لوکو درسته، برای کاردیولوژی بوده، یکم دیر اومد. لشیروژی جراحی، خب کسی که جراحی میکنه، شیروژیان، شیروژیین، بله اونم درسته، پومو ریه ها. پس جراح، جراح آقا، شیروژیان، جراح خانم، اون شیروژیین، و کارش چیه؟ لوپراسیون، کار جراحی. و قسمت آخر لرادیولوژی، که همون رادیولوژی خودمون هست و رادیولوژیست میشه، رادیولوگ، رادیولوگ، و کارش با چیه؟ لرادیو، لرایونیکس. بچه به رادیولوژی و عکس برداری، لیمژری مدیکال هم گفته میشه، تصویر برداری پزشکی، نورولوژ، بله نورولوژ، متخصص مغز و اعصاب. خب بچه یه تمرین اینجا داریم، یه سری توضیحات داده به ما، بله جراح توضیحات داده، اسم اون تخصص رو میخواد. اسپسیالیته مدیکال کیتخت پایزام لدپرسیون انکسیته لشیزوفرنی. کیه بچه ها این؟ همون لمالدیمان، لمالدیمان تر متخصصش میشه کی؟ بله اون رادیولوژیست، میشد رادیولوگ، اونم میشه بله ایمرژی مدیکال گرافی. اسپسیالیته مدیکال کیت خد پایزام لدپرسیون، که بچه ها دپرسیون رو درمان میکنه، الان با هم خوندیم. دقیقا درسته، یکم صبر کنیم بچه های دیگه هم جواب بدن. خانم سحر امیرزاده، نه تونستم اسمتون، اسم کوچیکتون سحر، بله درسته. بچه هایی که دارن می نویسن سیکیاتر، درسته، روان پزشکی، سیکیاتر و روان پزشک، درمانه دپرسیون فایزامپل. مدسن کی سوانیه لپاتولوژی کاردیاک او کاردیو واسکولر، کی بود بچه ها؟ با کاردیو واسکولر، قلب و عروق. امیر عزتی ببخشی جرمنده دیگم این نوشته ها ریزه، من نتونستم بخونم. خب خانمی آقای بهرانی، کتاب وکابولر تماتیک هست توی کانال خود مدرسه زبان، میتونید اونو دانلود کنید. اگر هم که الان اومده و میخوام لایو رو ادامه بدین، هر جایی که کلمه رو خواستید و خواستین رو داشت کنید بگید، من براتون تایپ میکنم. اگر هم کتاب رو دارید که قسمت لسانته، سوژه لسانته. خب بچه برگردیم به بحث خودمون. گفتیم که کسی که مدسن کی سوانیه لپاتولوژی کاردیاک او کاردیو واسکولر، کاردیولوگ، دقیقا آقای احمد، خانم سحر، منوچهر، آقای منوچهر، خانم هانیا ورزگر، بله کاملا درسته، کاردیولوگ هست، متخصص قلب و عروق. اسپسیالیست کلون کنسولت، که ما میریم اونو میریم تو مطبش، ما رو ویزیت میکنه، پریزام پوغ لوت خدمان دو لکنه اولو لگزما، کی میتونه باشه بچه؟ اینا چیزایی که مربوطه به لپو، پوست. تخصصش کیه؟ من دقیقه سب کنیم که جواب بیاد. این متخصص قلب و عروق فکرم باید قبل بود، الان اومد آقای احمد، درسته؟ کاردیولوگ.
درسته. دقیقا، درماتولوگ، درماتولوگ متخصص پوست، درماتولوگ. درسته، دقیقا. بچه کسی که کتاب رو ندارید، درماتولوگ و یا لدرماتولوژی اکسان نداره روی او اولش ها. دیدم یکی دو تاتون الان اکسان گذاشته بودید. درماتولوگ هیچ کدوم از حروف ها اکسان روش نداره. پدیاتر که جواب هیچ کدوم از سوالای ما نبود. و منوچهر متخصص اطفال میشه پدیاتر. الان جواب آخرین سوال ما درماتولوژی بود، کسی که آکنه یا اگزما رو درمان میکنه، بیماری هایی که مربوط هست به لپ و خصیص پوست. درست. خب بچه هایی که کتاب دارن، صفحه 49 که مصاحبه است، متن هست. من اولیه دور براتون میخونم. بله، درماتولوژی. دیگه از این قسمت بیان بیرون و بریم سر متنمون. مرسی از شما خانم سحر. میگن من این کتاب رو دوتا دارم. چرا حالا شما دوتا داری از این کتاب؟ خیلی بهش علاقه داشتی بکنم. میگن اگر کسی هست بگه که من کتاب بهش بدم. حالا فایل PDFش هم هست توی کانال، اگر بچه ها میخوان اون رو هم میتونن دانلود کنن. مرسی خانم سحر. خب شروع کنیم بچه ها متنمون رو بخونیم. لانتخوتیان Emmanuel est médecin et membre de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé. Elle milite contre le recours systématique à l'homéopathie et pour la vaccination de tous les enfants. Alors, je vais vous dire que c'est un sujet qui est un sujet qui est un sujet qui est un sujet qui milite contre, milite, مبارزه کردن, contre, par علیه. میلید کنخ لو رکور سیستماتیک الومیوپاتی، مبارزه میکنه با درخواست ها و کمک هایی در رابطه با اومیوپاتی. اومیوپاتی باشه یک گرایش تاندانس پزشکیه که داروهاشون بیس گیاهی داره. اپوغ لا وکسیناسیون دو طول زانفان، و واکسینه شدن تمام بچه ها. حالا ببینیم موضوعشون چیه. Quelle est la place des médecines alternatives comme l'homéopathie dans la pratique médicale aujourd'hui? Quelle est la place des médecines alternatives comme l'homéopathie dans la pratique médicale aujourd'hui? جایگاه این هومئوپاتی توی پزشکی امروز چیه؟ و جواب امانوئل ببینید چیه؟ Lors des consultations médicales, les patients demandent souvent qu'on leur prescrive un traitement homéopathique. Ce type de médecine est très populaire aujourd'hui parce qu'elle apparaît comme plus saine, plus douce et sans effet secondaire, tandis que les traitements médicamenteux peuvent être perçus comme toxiques. De plus, les malades constate parfois une amélioration de leur état de santé après la prise d'un traitement homéopathique. Toutefois, la communauté médicale considère généralement qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. بچه هومیوپاتی یک گرایشی از پزشکی هست که داروهاشون زمینه چیز داره، بیس گیاهی داره. یه جورایی حالا میشه بگیم مثل همون پزشکای طب سنتی تقریبا یه همچین چیزیه. دارو دارن ولی داروهاشون بیسش گیاهیه، اون نیست که بیاد با میاندونم عرق نعنا اینجور چیزا مثل طب سنتی درمان کن. دارو دارن اینا و ولی داروهاشون بیس گیاهی داره، که خب یه تاندانسی هست که الان اینجا گفته. الان ترجمه میکنم از اول بعد براتون که یه سری طرفدار خاص خودشو داره. Il n'y a pas de preuve scientifique de son efficacité car l'effet
placebo peut être à l'origine de la guérison. Il est dangereux de s'en contenter et les risques peuvent devenir très graves s'agissant de pathologies lourdes comme le cancer qui peuvent nécessiter une hospitalisation, une chimiothérapie et des interventions chirurgicales. À جمله اول. لغد کنسولتاسیون مدیکال در حین معاینات پزشکی آقای امانوئل داره جواب میده. Les patients demandent souvent qu'on leur prescrive. بچه ها فعل prescrire رو گفتم قبلا بتونید تجویز کردن. Qu'on leur prescrive که ما برای اونها تجویز کنیم un traitement homéopathique. Ce type de médecine est très populaire aujourd'hui. این مدل از پزشکی خیلی الان پاپولر هست، خیلی مردمی، خیلی پرطرفدار aujourd'hui امروزه. Parce qu'elle apparaît comme plus sain. به نظر میرسه خیلی سالم باشه. Plus douce et sans effet secondaire. بدون تاثیرات ثانویه داروها. فکر میکنن مردم که این داروهاشون تاثیرات ثانویه نداره. تاندیکو لتریتمان مدیکامانتو پو اتر پرسو کم توکسیک و به طوری که اینها درمانهای دارویی معمول رو لتریتمان مدیکامانتو مدیکامان تل مدیکامان تو جمعشه پوب اتر پرسو میشه در نظر گرفته باشه بشه دامانه یک سم دو پلوس لمالد کنستد پخفوا اون امیلیوراسیون دولورتا دو سانته اپخه لپریز دن تریتمان پریز دن تریتمان یعنی که بعد از اون درمان اونا فکر میکنن که بهتر شدن حالا خودشون طور فکر میکنن توتفوا La communauté médicale, اون جامعه پزشکی, considère généralement, در نظر میگیره عموماً, qu'il n'y a pas de preuve scientifique, هیچ سند علمی وجود نداره بچه ها که ثابت کنه که این هومیوپاتی تاثیر مثبت داشته. حالا پس برای چی اینا فکر میکنن که خوب میشن؟ الان گفته علتشو. Car l'effet placebo بچه placebo یعنی دارونما یه حالتی که میشه مثالش رو گفت مثلا یکی چیز به یه مریض بدی که اصلا هیچ جنبه درمانی نداره ولی بیشتر بهش تلقین میکنه که تو داری خوب میشی شاید این یه سری داستانش رو شنیده باشین که یک چیزی که اصلا هیچ اثری نداره به یکی بدی و اون خوب بشه چرا؟ چون داره به خودش تلقین میکنه و این دارونماه پلاسبوه پس اینها هم میگه حالت پلاسبو داره برای این مریض ها الوریژین دو لگریزان پس اونا فکر میکنن که این تاثیر داره و خوب میشن میخواد بگه شاید خوب شدنشون به این دلیل باشه ایله دنجهو دو سان کنتانته اصلا نباید خوشحال بشن اونها از این موضوع لریسک بوف دوونیر ترگراب و این ریسک هایی که داره این داروهای هومئوپاتی ممکنه خیلی جدی باشه دوونیر ترگراب دوونیر یعنی شدن دوونیر ترگراب خیلی جدی باشه جدی بشه ریسک ها و باعث در بعضی مواقع باعث سرطان بشه بله تلقین qui peut nécessiter une hospitalisation. Hospitalisation, یعنی بستری شدن توی بیمارستان. اون شیمیوتراپی، همون شیمی درمانی خودمون. Et des interventions chirurgicales. مداخلات جراحی حتی احتیاج بشه در بعضی موارد. پس هیچ پروب سیانتیفیک برای این داروها تا حالا ثبت نشده il n'y a pas de preuve scientifique پس تاثیرش هست چی؟ کغلفه پلاسبو پس تاثیر پلاسبو هست دارو نما هستن اینها خب او آنه لکستیون دوله وکسیناسیون اجوردوی حالا در مورد وکسیناسیون امروز مردم چطوری برخورد میکنن؟ Nous constatons aujourd'hui une tendance au rejet de la vaccination.
رد میکنن بعضی واکسیناسیون رو. وجد دوله، وجد لو وجد دوله یعنی رد واکسیناسیون کی پو سکسپلیکه پر پلوز یور فاکتور، که میشه حالا اینو توضیح بدیم با به خاطر چند تا علت. حالا علت ها چیه؟ دابور در ابتدا لکستراوردینر رکول، بچه رکول یعنی کاهش و افت، رکول اکستراوردینر رکول ده ملدی انفکتیوز فکولون پر دوو لدانجه دو سه زفکسیون، کاهش شدید بیماری های عفونی در سالهای اخیر باعث شده که یک سری ها نسبت به واکسیناسیون بی تفاوت بشن، ایگنور کنن اون رو. آنسویت دلیل بعدی ایلسون دیفیسیل افر اکسپته پرس کیل سجی دو پریوانسیون اوسی ایل آنترن پرفوار دزفه اندزیرب، فکر میکنن که این واکسن ها تأثیرات نامطلوبی داره براشون. سوغد سوژه کیسون آن بون سانته، میگه کسی که خوبه آن بون سانته هست، رکول بره اون عقب رفتن همیشه، اما معنی اصلیش و در اینجا مخصوصا افت و کاهشه. رکول ده ملدی انفکتیوز سوغد سوژه کیسون آن بون سانته، پس برای کسایی که آن بون سانته هستن حالشون خوبه ممکنه داشته باشه چیا؟ دزفه اندزیاب، تاثیرات نامطلوب داشته باشه. انفن ل واکسن سو اوسی پرسو کم نوسیف، به عنوان نوسیف در نظر گرفته میشن پور لو سیستم ایمونیتر. بچه سیستم ایمونیتر یعنی چی؟ سیستم ایمونیتر به فارسیش خیلی نزدیکه، دقیقا اول تمام حرفاش به فارسی یکیه، لو سیستم ایمونیتر. یعنی سیستم ایمنی. بله دقیقا درسته خانهانی ها. و آنکو رسپونسب دو لپاریسیون دو خمالدی کملا اسکلروز آمپلک و اوتیس، درسته سیستم ایمنی. بله درسته بچه ها، سلامت جسمانی رو نمیتونم از کدوم نوشتین شما، جواب ما سیستم ایمنی بود، لو سیستم ایمونیتر. پس بچه ها اینجا رو نگاه کنی، responsable de l'apparition d'autres maladies comme la sclérose en plaques ou l'autisme. پس بعضی ها فکر میکنن که این واکسن ها باعث اپاریسیون دوتخو ملدی میشه، به وجود آمدن پیدایش لپاریسیون دوتخو ملدی، بیمارهای دیگه کم مثل اسکولیوز اون انحراف ستون فقرات یا اوتیسم. پس برای همین امتنا میکنن از اینکه بچه‌هاشون واکسن بزنن. کلل پوزیسیون دو ووت خو اورگانیزاسیون سورس سوژه، حالا پوزیشن شما و موقعیت شما، برخورد شما توی این سوژه چیه؟ جواب امانوئل چیه؟ لو ام اس اورگانیز د کمپین پور انکوراژ تول پارانت، یک کمپین هایی رو راه اندازی میکنیم پور انکوراژه، انکوراژه کلکن یعنی که تشویق کنیم پدر مادرها رو، انکوراژه تول پران افر واکسینه لزانفان، که بچه هاشون رو واکسینه کنند. موزه شما چیه؟ بله درسته، لپوزیسیون دو روت خور اورگانیزاسیون، موزه شما چیه؟ افر واکسینه لزانفان نوتمان کنتر لپاتیت ب لا پولیمیولیت لا روبئول یعنی سرخچه، روبئول لا تتانوس کوزاز ا روژول
یعنی سرخچه، سرخک. پس غوبهول سرخچه، لوتتنوس کزاز و غوژل یا سرخک. میگه که حتما ما اسکولیوز برای نمره قبل دیر میام، درسته؟ پس میگه که موضع ما اینه که در رابطه با این بیماری ها حداقل خودشون رو واکسینه کنن. کنخل هپاتیت ب، لوتتانوس کزاز، غوژل سرخک، این چند تا بیماری رو حداقل گفته که واکسینه کنن. دزتود مونخ کتر واکسینه اوگمانته لسپرانس دو وی، امید به زندگی رو افزایش میده. پس نتایجش رو نشون داده که اتر واکسینه یعنی واکسینه شدن و واکسینه بودن، اوگمانت از فعل اوگمانته، لسپرانس دو وی، امید به زندگی رو افزایش میده. تاندیکو لنون واکسیناسیون اوگمانت لو ریسک دو مختلیته، مختلیته صادق مرگ، ریسک مرگ رو بالا میبره. الپو کندویر و اون میتونه بره به سمت الپو کندویر اودسه، به سمت مرگ. متن صفحه 49 لاندخوتیان کندویر اودسه دو پاسیان پخ فواتر جان، حتی کسایی که خیلی جوان هستن و نون واکسیناسیون هستن احتمال داره که برن به سمت دسه، به سمت مرگ، به خاطر اینکه حتی به خاطر اینکه لسپرانس دو ویشون، امید به زندگیشون خیلی پایین هستش. بچه ها سوال اگه داریم توی این قسمت بگیم، تا اگر سوالی نیست بریم صفحه بعدی. متن صفحه 49 بود. سلام، نو واکسینه ولی فکرم از قبله. خب بچه صفحه 50، کسایی که کتاب دارن و کسایی که کتاب ندارن، اسکولیوز یه بیماری همون انحراف ستون فقرات میشه، بیماریش لا اسکلروز. علت اوتیسم که خب ناشناخته هست، ولی گفته که حد زده، البته اینو پدر مادرها مثلا اینطور فکر کردن که اگر واکسن بزنن احتمال مبتلا شدن به اوتیسم بالا میره، اینو کسی ثابت نکرده. کتاب وکبول ارتماتیک دیگه که الان که لایو تقریبا تمومه، توی کانال خود مدرسه فرانسه لفرانسه دان لغو، توی تلگرام بچه ها کتاب فایلش هست، اونجا دانلود کنین. هر هفته جمعه ها ساعت 9 تا 10 این لایو برگزار میشه. رسیدیم ما صفحه 49 هستیم. سوژه لسانته، خب صفحه 50 الان یه دونه تمرین داده در رابطه با همین متنی که رد شدیم، صحیح و غلط. من میخونم بچه ها شما جواب بدید. Le succès de l'homéopathie aujourd'hui est dû au fait qu'elle est perçue comme moins toxique que les médicaments traditionnels. Le succès homéopathie, le succès yani خب موفقیتش به نظرتون امروز به خاطر چی بود در مورد توی مد؟ به خاطر این بود یا نه؟ دو او یعنی به خاطر، دو او به خاطر فکل پرسو کموان توکسیک کل مدیکمان تردیسیونه، فکر میکنن که خطرش از داروهای معمولی کمتره، درسته؟ مریضایی که به سمت اونوپاتی میرن این فکر رو میکنن.
les perçus comme moins toxiques comme les médicaments traditionnels. اینجوری فکر میکنم پس هوموپاتی رو ترجیح میدم. آیا این درست یا غلط؟ پلاسبو نیست، گزینه رفو هست که بگیم درسته یا غلطه. آیا به خاطر این هست که اونها در نظر میگیرن کله پرسو کم موان توکسیک کله مدیکامان پرسیونه؟ بله همینه، به خاطر اینکه فکر میکنن که کمتر ضرر داره. بچه ها کتاب و اسمش رو چند بار تایپ کردن و بچه ها زحمت کشیدن بالا، وکبول اختماتیک. درسته، نه نه فون نیست بچه ها، درسته غه. بله فکر میکنن کمتر مسمومیت ایجاد میکنه و توکسیک نیست، به خاطر همین به سمتش میرن. سال دو، مرسی از شما های منو چه. بله این لایو ها کلن از اول کتاب تا الان تمام فصلاش فکر میکنم توی یوتیوب خود مدرسه ذخیره شده، از همون روزی که برگزار میشده تا درس ها اونجا ذخیره شده. خب سال دو، پور امانوئل لوفه دو گری سویت الا پریز دان تریتمان اونوپاتیک پو اتر لیه الا کانفیانس کلو مالاد ادان لفیکاسیت دو تریتمان. این مربوط میشه به اون خانم اسمتون رو یادم رفت که نوشتین پلاسبو، این مربوط به اونه و وره هست. درسته، یه بار دیگه میخونم. پور امانوئل لوفه دو گریخ سوی طلب خیز دن تریتمان اومئوپاتیک پو اتر لیه الا کنفیانس، مربوط میشه به اعتمادی که لکنفیانس کو اعتمادی که لو ملد ادان لفیکسیته، که مریض به تأثیر اون داره، پس به خاطر این هستش که طرفدار داره. درسته، به خودشون تلقین میکنن مثل همون پلاسبو، مثل همون دارونمه ها، به خودشون تلقین میکنن که این روشون تأثیر داشته ولی در واقع اینطوری نیست. درسته غه. Le refus de la vaccination s'explique en partie par le fait que les maladies concernées sont beaucoup moins présentes que par le passé. Le refus de, yani rate le refus de la vaccination, vaccination s'explique en partie par le fait que, به خاطر این موضوع هستش که le maladie concerne sont beaucoup moins. الان این بیماری هایی که رایج بوده قبلا کمتر هستش در حال حاضر، خاطر اینه. این درسته یا نه؟ یکی از دلایلی که رد میکنن واکسیناسیون رو. این هم درسته دیگه. بچه ها ببینید توی متن داشتیم اینجا دلیل اول بود دبور اکستراوردینه رکول ده ملدی انفکسیوز فکولون پر دوو لدانجه دو سز افکسیون، به خاطر اینکه این بیماری ها کم شده دیگه به سمت واکسیناسیون نمیرن. پس این هم درست میشه غه. سبغه و قسمت چهارم، لورگانیزاسیون موندیال پور لا سانته کنسیدر کو لا واکسیناسیون نه پا نسسر پور تو لز انفان. اون جامعه بهداشت و سلامتی جهانی فکر میکنه که واکسیناسیون دیگه الزامی نیست و مهم نیست، لازم نیست برای همه. درسته این؟ بله بیماری عفونی کمتر شده نسبت به قبل، این تفکر رو دارن و واکسینه نمی کنن خوشون. حالا سوال آخر، بله غلط هستش، توی هیچ جای متن نگفته بود که اورگانیزاسیون موندیال پور لا سانته گفته که این کار رو نکنید و واکسیناسیون رو انجام ندید.
این دیدگاه یه سری از مردم بوده. درسته؟ اشتباه؟ فو؟ به شما وقت ما یکم کمه، فقط این تمرین رو هم بخونیم، همین آخر رو. درسته؟ فو؟ وکسینه گفته که توی متن برای این فعل ها شما اسم پیدا کنید. وکسینه فعلش میشه چی؟ بله درسته، برای بیماری های سری گفته واکسن بزنید. وکسینه اسمش میشه چی؟ فعل وکسینه. لونو درسته. هانیا، خانم سحر، آقای منوچهر، آقای رضا، آقای احمد، این صحیح و غلط نبود. آقای این باید یه اسم بگیم برای وکسینه، اسمش میشه لا وکسیناسیون. بله بچه که درست نوشتن، مرسی. گریر اسمش میشه چی بچه ها؟ گریر درمان کردن اسمش میشه. بله بچه ها سعی کنید که اختیکلا رو هم بنویسید و با اختیکل گرمه ها رو حفظ کنید. اشتباه این کلمه که نوشتید شما، پیکوق میخواستیم فکر کنم بنویسید. لا گریغ باید اسمش خودش بیاد دیگه. دقیقا درسته بچه هایی که نوشتین لگریزون، لگریزون درسته. مرسی مرسی آقای منوچه، آقای احمد، خانم هانیا، مرسی. گریخ لگریزون. و دسده اسمش میشه دسده. مسئولن هم هست اسمش، دسده اسمش میشه. بله لگریزون، برای فعل گریر لگریزون. فقط املاش اشتباه، نه درسته، اکسان هم درست لگریزون. حالا دسده اسمش میشه نه لو دسه، لو دسه. خط آخر متن داشتیم این رو. ال پو کندویر او دسه دو پسیان، میتونه منتهی بشه به مرگ بیمارها. اپوکندیر اودسه دو پسیان. کوکو دیر اومدید، فقط کم. آی مجید، اون لدسیزیونه آقای احمد، تصمیم فرق داره با این لدسیزیون. دسیده، دسیده نبود این فعلش ها، دسیده بود، دسیده لدسیزیون. بله درسته، دسده و لو دسه. اگر کتاب دارید توی متن هم خط آخر متن بوده. بله دسده لو دسه، اون دسیده لدسیزیون، که شما کنم اینا رو هم اشتباه کردید دیگه. مرسی بچه ها، وقت ما تموم شد. یه دو سه صفحه از کتاب موند، بچه هایی که خودشون کتاب دارن میتونن بخونن. اسم یه سری بیماری ها بود صفحه 51. خواهش میکنم
گفتم یک چند تایش رو از هر گروه حفظ کنید، به نظرم خوبه برای آزمون. اگر میخواین بدید خودتون مطالعه کنید. دیگه وقت ما اجازه نداد، من 10 بار لابت هام کردم، خوشحال شدم. مرسی از بچه هایی که شرکت کردین توی جواب دادن ها. مرسی. هفته دیگه لایو با همکار عزیزم عاطفه هستش، همین ساعت. اگر کتاب رو هم ندارید از سوی کانال دانلود کنید. مرسی اوو، مرسی اوو، بونسوار. مرسی از خودتون. شما خسته نباشید بچه‌ها.